یکی از ویدیوهای کیان 10 ساله، کودکی که در تیراندازی اعتراضهای ایزه کشته شد. در این ویدیو هم از آرزوهایش میگوید. این نونوایی خود من درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان. خانوادهش پیکرش را در خانه میان یخها نگه داشتند. از بیم اینکه نیروهای امنیتی همانند سایر جانباختگان پیکرش را به خانوادهش ندهند و بیخبر جای دوری دفن کنند. غم، خشم و نفرت واکنش بسیاری از کاربران ایرانی به کشته شدن کیان پیرفلک بود. مهتاب کرامتی، بازیگر سینمای ایران که سفیر حسن نیت یونیسف در ایران بود، بعد از کشته شدن کیان در اینستاگرامش نوشته: کنارگیری خودم را از یونیسف اعلام می کنم. رسانه‌های حکومتی این ویدیو را منتشر و ادعا کردند که 2 موتورسوار داعشی تیراندازی کردند که به کشته شدن 9 نفر انجامیده. چیزی در این ویدیو مشخص نیست. این ویدیو را هم خبرگزاری فارس منتشر کرده. به نشانه وجود افراد مسلح در ایزه، شخصی با لباس بختیاری تیراندازی هوایی می‌کند. اما هواداران گروه خلافت اسلامی گفتند این بیانیه که مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفته جعلی است. ویدیوهای زیادی از تیراندازی مستقیم به معترضان منتشر شده، از جمله اینجا در کامیاران که به نظر می‌رسد این نیروی لباس شخصی با تیراندازی به برهان کرمی او را به قتل می‌رساند. مراسم جانباختگان اعتراض‌ها خود به زنجیره‌ای از اعتراض‌های گسترده تبدیل شده، همانند اتفاقی که در سال 56 و 57 آتش اعتراض‌ها را گرم کرد. اینجا در سنندج حضور گسترده مردم در بهشت محمد به یاد کشته شدگان اعتراض‌ها. پدر عیسی بیگلری یکی از جانباختگان اعتراض‌ها شعار می‌دهد. در بوکان هم عده زیادی برای بزرگداشت جانباختگان اعتراض‌ها تجمع کردند، شهری که از آغاز اعتراض‌ها تا امروز قرار نداشته است. پدر محمد حسنزاده از جانباختگان اعتراض‌ها از زنان کشور تقدیر می‌کند. الان پیاده کبیر زور پیاده به زور شده واقعا غیرتش نکرده. محمد حسنزاده یک روز قبل از کشته شدن در اینستاگرام نوشته بود شاید روز آخر زندگیم باشد برای خوشبختی ملت. اینجا هم مراسم 40 محسن موسوی از کشته شدگان اعتراض‌های تهران که در روستای تارم زنجان برگزار شد. عزاداری‌هایی که از سال 98 تا امروز تکرار می‌شود، مثل اینجا بزرگداشت امیر الوندی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 یا مراسم بزرگداشت رضا معظمی، او هم از جانباختگان آبان 98. میان تمام این سوگواری ها غم کودکان کشته شده پایانی ندارد. بیا ببینم درست میشه روز بکشن هممونو بسه بیان بکشن دیگه از این جمعون بالاتر این مراسم ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله در مشهد، از کسانی که حالا معترضان با پیام خدای رنگین کمان از آنها نام میبرند. شهریار سیامی، رادیو فردا.